سال به من بگید که چطور بچه های فیلم کوتاه کشور میتونن شیوه های نوین کارگردانی رو هنگام ساخت فیلم هاشون تجربه کنن؟ بله، من قبل از هر چیزی که بخوام وارد این بحث بشم، مقوله توصیه به فیلم سازان اصلا من میگم به عنوان یک توصیه چیز خوبی نیست که اصلا بگم آقا این روش درسته و بلاقه درست. این چیزی که من میگم مربوط به تجربه شخصی خودمه، اینکه من بگم آقا این روش درسته و روش دیگران غلطه، از اول بگم نه، این روشی که من رفتم جلو و یعنی تجربه شخصی خودم. من خودمشون از تئاتر شروع کردم و به عنوان بازیگر تئاتر و کارگردانی تئاتر شروع کردم و سینما رو به شکل کاملا تجربه استادی نداشتم. رشته تحصیلیتون تئاتر؟ من بازیگری تئاتر، بازی کارگردانی تئاتر بوده. برای اینکه این روش رو خودم رفتم یاد گرفتم سینما رو، این بهونه‌ای بود که من انواع و اقسام فضا رو تجربه کنم. این دلیلش این بود که من بخوام حالا یک سینمای کلاسیک میزانسنای خاص، اولم از مونتاژ شروع کردم، اول من مونتاژ رو یاد گرفتم بعد اومدم واسه کارگردانی. بهونه‌ای بود چون که من سینما رو کسی رو نداشتم، خودم شروع کنم کشف کردم. شما باید بیرونه چگونه باید ببینید، نه به چگونه بسازید. چگونه دیدن با چگونه ساختن فرق میکنه. چگونه ساختن این از که خب ببینه برمیدارید و میدید و مثلا فرانجا میدید یا مثلا مهم است برای تحقیق کنید بعد بسن فلان کنید از این حرف رو. خیلی واقعا دم دستیه در واقع این حرف رو باید گفت، حرف دم دستی در واقع من خیلی هم راحت بهتون میزنم، ولی مسئله دیدن هست که چونه ببینید. دیدن یعنی چی؟ چه خبر؟ خوبی؟ ما هم. چه منظور داره؟
آقا نگی. شاید فوتو بلد نباشه کار کنه. شاید بلد نباشه کار کنه آبروش بگیریم. با موهش میاره رو سه. سلام ممنون از اعتماد همه. سجاد ولی جایزه نمیبره. هیچ وقت با یه اندلیب جایزه نمیبره. سجاد بعد بیاد از این دفتا بذاریم که نسوزه سپسه. سر اون کتنم اومد حتی سوختم. یه کار بعدش بود و فیلمبردار میگفت تو چرا اینقدر تیره ای تو دوربین اصلا شبیه گوجه شده. من خیلی راضی بود بگم این ریکورد نمیکنه. سال گذشته رفتم یه فستیوالی، فستیوال اصفهان یادم اونجا، و بچه‌هایی که کتابخونه جمع شده بودن و از ما دعوت کرده بودن، من بودم و یک نویسنده کتاب کودکان، نقاش کتاب کودکان، یک گرافیست مشهور، خب همه یک شهرتی به نسبه داشتن. وقتی ما رو دعوت کردن، بچه‌ها نشسته بودن با رنگ‌های پریده و داشتن به ما نگاه می‌کردن و گوش می‌دادن که ببینم چی شده که ما آدم‌های موفقی شدیم در کار هنر و آدم‌های مهمی شدیم. یادم همکارامون همه صحبت کردن که خب چقدر زحمت کشیدن از بچگی، چقدر پیگیر بودن برای کاری که می‌خواستن، از قبل می‌دونستن که به چه چیز علاقه دارن. و وقتی اونا صحبت می‌کردن، من هم به خودم رجوع می‌کردم، هم میگم به این چهره بچه‌ها نگاه می‌کردم که چجوری همینطوری با دهان باز دارن به ما نگاه می‌کنن به عنوان آدم‌های موفق و می‌خواستن یه الگو بگیرن اینا ما چیکار کردیم که اینقدر موفق شدیم. اما واقعیت این بود که وقتی به من رسید، بدون هیچ فکر قبلی گفتم بچه‌ها یه چیزی می‌خوام بهتون بگم. من بدون اینکه قصد نفی کردن حرف همکاران دوستان داشته باشم در مورد دود چراغ خوردن و زحمت کشیدن و کار کردن، اما بذارین یه چیزی هم به عنوان استثناء بهتون بگم. من هیچ زحمتی برای این کارم نکشیدم و هیچ تلاشی نکردم و هیچ برنامه‌ای از پیش تدوین شده برای اینکه فیلم ساز بشم نداشتم. یه کمی هم بهتره که به حساب شانس و تقدیر سخت کوشی زیاد نکنیم و فکر نکنیم که حتما اون چیزی که باید ما می‌خوایم بشیم بشیم. شاید اتفاق این است که اون طرحی که در ذهنمون داریم عملی نشه و به این خط دیگه کشیده بشیم که بعد از سالها بفهمیم که اصلا بد نیست و این انتخاب. من نمیدونم چجور آدم در بچگیش میتونه انتخاب کنه که کی میخواد بشه، در حالی که من هنوز در حدود 53 سالگی هم هنوز واقعا نمیدونم که شغلم چی هست. و همیشه به قول یک دوستی میگه ما همیشه در یک شغل موقت داریم. این چیزی که میخواستم ازتون بپرسم این بودش که من به عنوان یه کارگردان یا هر کسی به عنوان یه فیلمساز چجوری میتونه سینما شخصیشو پیدا کنه و چجوری میتونه اونو رشد بده؟ ببین سند، واقعیتش اینه که به نظرم خیلی فرمول مشخصی وجود نداره. یعنی من احتمالاً آدما بر اساس اون چیزی که هستن بزرگ میشن، باهاش سلیقه‌هاشون، کتابایی که میخونن، نمیدونم دوستایی که دارن، محیطی که توش راه میرن و قدم میزنن، مجموعه این چیزاست که باعث میشه که یه
تصویری از آدم ساخته بشه و احتمالاً وقتی فیلم می‌سازی اون تصویر خودت رو منتقل می‌کنی به فیلم. اون چیزی که اسمش رو می‌تونیم بذاریم سینما شخصی، شاید تو این نزدیکی این دوتا به هم دیگه است، این که تو چقدر تصویر واقعی خودت رو داری توی فیلمات بروز می‌دی. در اون صورت اگر احتمالاً تصویر واقعی که خودت داری یه چیز مثلا عمیق باشه، روشنفکرانه باشه، نمی‌دونم یا سرگرم کننده باشه یا مثلا پاپ باشه، هر آنچه که هست وقتی داری منتقلش می‌کنی به فیلمت، احتمالاً اونجا اون فیلمی هم که داری می‌سازی همون ویژگی‌ها و شرایط رو پیدا می‌کنه.